با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون برای یک دنیای بهتر سلام میکنم. آخرین صحبت ترامپ در ارتباط با سپاه پاسداران و به کار بردن واژه خلیج عربی و همچنین مسئله پیرامون برجام باعث عکس العمل های مختلفی هم در بین اپوزیسیون رژیم اسلامی و هم در بین سران رژیم اسلامی شد. در برنامه امروز تلویزیون برای یک دنیای بهتر در ارتباط با همین مسئله میخواستیم صحبت و گفتگو داشته باشیم. علی جوادی، واژه خلیج عربی که در واقع دونالد ترامپ به کار برد، هم از طرف خاتمی، هم از طرف روحانی و همچنین به یه نوعی از طرف خامنه‌ای مورد حمله لفظی قرار گرفت و اونا به این صحبت دونالد ترامپ برخورد کردن، همچنین از طرف رضا پهلوی و اپوزیسیون ناسیونالیسم پرو غربی نیز در ارتباط با این مسئله عکس العمل به خرج داده شد. شما اولا مضمون این جدال رو چجوری بررسی میکنین و چی شد که همچین جدالی در واقع بار دیگه در ارتباط با مسئله این که آیا این خلیج عربیه و یا خلیج فارس دوباره به راه افتاد؟ ببینید، مضمون این جدال یک جدال ناسیونالیستیه، یک جدال ارتجایی از هر دو سو، چه از سوی ناسیونالیسم عرب، نیروهای ناسیونالیست عرب، و همچنین از سوی نیروهای ناسیونالیست ایرانی و یا جمهوری اسلامی. ذره انسانیت، ذره آزادی خواهی، ذره برابری طلبی، ذره منفعت توده های مردم زحمتکش، چه در آن سوی به اصطلاح این شاهراه و این مجموعه آبی در به اصطلاح کشورهای عرب زبان، چه در این سو در جامعه ایران وجود نداره. این یک جدالی عمیقا ناسیونالیستی که به اصطلاح مدعیان هر طرف تلاش میکنن که مهر خودشون رو بر رویدادهای تاریخی به اصطلاح دوران معاصر بزنن، و در عین حال بازتابی هست از جدال بر سر اینکه کدام نیروهای اجتماعی، از یک طرف در حال حاضر جمهوری اسلامی، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، و در طرف دیگه عربستان سعودی که پرچم کهنه و پاره ناسیونالیسم عرب رو به دوش گرفته و داره میبره جلو، کدومشون میتونن به اصطلاح تفوق در منطقه داشته باشن. اگر به تاریخ نچندان دور برگردیم، دورانی که به اصطلاح دوران پادشاهی بود، شاه در منطقه وجود داشت و غیره، میدونیم که هژمونی به اصطلاح حکومت ایران و هژمونی ناسیونالیسم ایران در منطقه عمدتاً غالب بود. شاه به نوعی پاسدار و نگهبان مستقیم و بلاواسطه منافع غرب در شاهراه به اصطلاح خلیج بود، در حوزه کشورهای منطقه بود، و تونسته بود در جدال با کشورهای ناسیونالیستی عرب که بعضاً در حوزه بلوک شرق و بلوک شوروی قرار داشته باشند، دست بالا رو داشته باشه. سقوط حکومت پهلوی موازنه قوا رو در منطقه به هم زد. صدام حسین مدعی پرچمداری ناسیونالیسم عرب به میدون اومد، تلاش کرد با پاره کردن توافقنامه الجزایر به اصطلاح این ادعای خودش رو تثبیت کنه. جنگ خونین 8 ساله ارتجایی ایران و عراق رو شاهدش بودیم. صدام حسین سقوط کرد در پس به اصطلاح حمله میلیتاریستی آمریکا، و امروزه این پرچم ارتجایی رو عربستان سعودی در دست گرفته و تلاش میکنه که به اصطلاح ناسیونالیسم عرب، کشورهای عرب زبان رو به زیر این پرچم گرد بیاره. ما شاهد این هستیم که ناتوی عربی رو ایجاد کردن، شاخه ای از به اصطلاح ناتو تحت حمایت و هدایت مستقیم سازمان نظامی ناتو هست، و تلاش میکنن که در مقابله با جمهوری اسلامی که بعضا دایه‌های فراکشوری داره بتونن نیروی رو بسیج کنن. و این جدال بخشی از جدال وسیع‌تری در سطح منطقه است، کاملا ارتجایی. دو نیروی تروریست عقب مونده، عشیرتی، ضد انسانی درگیر شدن و متاسفانه به درجاتی تونستن چه در این طرف و چه در اون طرف بر افکار عمومی جامعه تأثیرات مخرب و ضد انسانی خودشون رو به جا بذارن.
خب آیا ما این جدال رو که الان شما بهش اشاره کرده اینو باید صرفا توی چارچوب ناسیونالیزم عربی و یا ناسیونالیزم ایرانی آدم میتونه توضیح بده، یا فکر میکنیم که فراتر از این مسئله است و در ارتباط با قطبندی که در خاورمیانه داره شکل میگیره تا یه حدی میتونه آدم اونو به این مسئله هم مرتبطش بکنه، و یعنی که صرفا این رو میتونه آدم تو چارچوب تخاصم ناسیونالیزم عربی و ناسیونالیزم فارس و یا ایرانی توضیح بده؟ به نظرم بار تحولات سیاسی معاصر رو میشه بر روی این جدال دیرینه مشاهده کرد. همونطوری که مثلا در دوره های مختلف تاریخی معضلات منطقه‌ای، مثلا مسئله اسرائیل و فلسطین که مسئله هستش که به پیش از مثلا یا دوران اولیه بلوک شرق و بلوک غرب برمیگرده، ولی در اوج خودش مهر دور تخاصم و بلوک بندی شرق و غرب رو بر خودش داشت و به هر حال از این متاثر میشد و تاثیر گرفته بود، و با سقوط بلوک شرق بعضا راه حل هایی برای پیشروی و حل مسئله فلسطین به جلو اومد. این مسئله هم، مسئله جدال ناسیونالیسم عرب و ناسیونالیسم ایرانی، جدالی بوده که در دوره تاریخی با تفوق ناسیونالیسم ایرانی و حکومت شاه که به اصطلاح حکومت همراه و همسوی و حتی ستون آمریکا در منطقه عمل میکرد، بعضن دست بالا رو داشت و فیصله پیدا کرده بود، ولی با تغییر و تحولات منطقه عوض شد و امروز به نظرم مهر تحولات سیاسی منطقه رو هم بر خودش داره. کاملا اشاره درست نمی کنید، متأثر هست از قطبندی هایی که در سطح منطقه صورت گرفته و تلاش هایی که داره صورت میگیره. احتیاج دارن به این جدال، احتیاج دارن به این کشمکش، چرا که بتونن این قطبندی ها رو و تفوق خودشون رو بر نیروهای سیاسی که مد نظر دارن بتونن تأمین بکنن، هژمونی خودشون رو تأمین بکنن. نتیجتا کاملا درست هستش، هرچند که جدال دیرینه و تاریخی هست و فراز و نشیب های متعددی داشته، اما در عین حال متأثر از قطبندی های سیاسی منطقه و مشخصا عربستان سعودی در یک طرف در رأس به اصطلاح کشورهای عربی و این طرف جمهوری اسلامی در رأس یک شاخه از اسلام ارتجایی، اسلام سیاسی که ادعاهای فراکشوری هم با خودش داره. در ضمن این ادعا هم داره که این خلیج باید نامش اونطوری که حکومت‌های پیشین ناسیونالیستی در ایران داشتن رو بر خودش داشته باشه. خب علی جوادی، ما قبل از اینکه این مسئله مطرح باشه در ارتباط با خلیج عربی و یا خلیج فارس، ما با تخاصم جمهوری اسلامی و عربستان هم روبرو بودیم. برخی این رو اینجوری تبیین میکردن که تخاصم عربستان و جمهوری اسلامی تخاصم شیعه و سنی و یا تخاصم دو نوع گرایش مختلف درون اسلامی سیاسی است. الان هم ما میبینیم که این مسئله در ارتباط با اسم خلیج فارس و خلیج عربی و یا در واقع در ارتباط به شکل تخاصم بین دو ناسیونالیسم تبلور پیدا میکنه. شما فکر میکنین که چقدر مسئله گرایش مختلف اسلام سیاسی در این تقابل میتونه نقش داشته باشه، و یا اینکه صرفا این رو میتونه آدم تو چارچوب ناسیونالیسم عربی و یا ایرانی توضیح بده؟ به نظرم این مسئله هم تأثیر خودش رو روی این تخاصم گذاشته. ببینید، مسئله اینکه تقابل جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، داعیه امروزی که عربستان سعودی برای رهبری به اصطلاح کشورهای عربی داره، پرچم به خاک افتاده ناسیونالیسم عرب که بعد از سقوط صدام حسین عملا مدعی نداشتش توسط عربستان سعودی به دست گرفته شده، رهبر ناتوی عربی عربستان سعودی هست و امکانات مادی و معنوی و نظامی خودش رو و پولهای دلارهای نفتی رو پشتوانه این حرکت کرده، در مقابل حکومت جمهوری اسلامی منعکس میشه. علت این و این علت کاملا به اصطلاح باید علاوه بر علتهای دیگهی که برشمرده شد باید بهش اشاره کرد، تخاصم و تقابل دیرینهی که در این زمینه وجود داره، در این حال کشمکش هایی که بین شاخه های مختلف اسلام سیاسی وجود داره. توجه داشته باشید،
زمانی که دولت آمریکا تغییر کرد و اوباما که سیاست جایگزینی مشت محکم رو با فشردن دست سران آدمکش جمهوری اسلامی بعضن دنبال کرد و اون سیاست در اون دوره به کنار رفت و ترامپ به جلوی میدون اومد، مسئله یکی از مسائلی که بین آمریکا و عربستان سعودی باید فیصله پیدا می‌کرد مسئله پایان دادن به فعال‌مایشایی و عرض اندام داعش در سطح منطقه بود. داعش به مثابه نیرویی که مستقیم و غیر مستقیم از عربستان، امارات متحده، ترکیه و غیره تغذیه می‌شد و بدون تغذیه مالی، معنوی، نظامی این مرتجعین منطقه قادر به دوام نبود، باید پروندهش بسته میشد، چرا که در مقابل منافع آمریکا قد علم کرده بود. و وقتی که این مسئله از صحنه کنار میره و به این تصمیم میرسن که حمایت‌های خودشون رو از داعش قطع کنن و به اصطلاح سویچ داعش رو خاموش کنن، باید پدیده دیگه‌ای رو جایگزین میکردن. باید با تشدید تقابل با جمهوری اسلامی که در عین حال وجود داشت به اصطلاح کارشون رو انجام میدادن و یک عنصر ایدئولوژیک دیگه‌ای به این تخاصم اضافه میکردن و اون هم مسئله ناسیونالیسم عربی و مسئله به طور مشخصتر نامگذاری خلیج، خلیج فارس، خلیج عربی، هر خلیجی که بخوایم بهش اسم بذاریم. و این مسئله در حقیقت یک محتوای سیاسی در عین حال فرا عربستانی، فرا اسلامی به تقابل و قطبندی های مشخص میداد. یه نکته دیگه هم که باید اضافه کرد مسئله این هستش که عربستان در دوره اخیر از ابزار و به اصطلاح سرمایه سیاسی رو که روی مسئله فلسطین به طور ارتجاعی سرمایه گذاری میکرد و خودشون رو به اصطلاح داعیه مهربانتر از مادر برای فلسطین مطرح میکردن و مسئله فلسطین مطرح میکردن، این مسئله کاملا به کناری رفته و برای این مسئله همسوی و شاهد این هستیم که سیاست‌های همسویی با دولت اسرائیل رو دارن دنبال می‌کنن. اگر این مسئله کنار بره، اگر مسئله‌ای که بهانه‌ای بود که همواره تخاصمات درون کشوری رو موکول می‌کردن به حل یک مسئله خارجی و اگر اون مسئله خارجی سرمایه‌گذاری سیاسی دیگه روش نمیتونن بکنن، همسو با دولت اسرائیل هستن، مسئله دیگه‌ای رو باید برجسته‌تر بکنن. به این اعتبار نفت ریختن روی آتشه که به هر حال آتش ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم عرب هست رو دامن زدن و این مسئله باعث تشدید این کشمکش ها در سطح منطقه شد. خب یه طرف دیگه مثلا خود استفاده کردن دونالد ترامپ از واژه خلیج عربی بوده، شما این رو چجوری توضیح میدین؟ چه اهداف سیاسی از به کار بردن این واژه از طرف دونالد ترامپ مد نظرش بوده؟ بگذاریم که خاتمی هم در صحبتی که اخیراً کرده این رو مطرح کرده که در واقع صحبت خاتمی رو من اینجا مطرح میکنم، خاتمی گفت که واژه جعلی برای خلیج فارس از طرف ترامپ برای جلب نظر کشورهای ثروتمند منطقه بوده است. شما هدف سیاسی دونالد ترامپ رو وجه به این مسئله چجوری توضیح میدیم و فکر میکنیم که چقدر این نکته که خاتمی گفت نکته درستیه یا غلطه؟ ببینید، خاتمی رو به کنار بندازیم، این اوباش اسلامی رو به هر حال میتونیم بذاریم کنار، مستقل از اونا بحثمون رو بکنیم. اما یک امتیاز سیاسی به عربستان سعودی و ناسیونالیسم عرب، امتیاز سیاسی از جانب هیئت حاکمه آمریکا که در پس مبادلات و مذاکرات و غیره که در دوره کنونی انجام دادن و سفری که ترامپ به عربستان داشت و برخی دیگه کشورهای عرب زبان، این امتیاز رو هم بعداً دادن. هرچند که این امتیاز کاملی نیست، چرا که بعد از به اصطلاح طوفان توییتی که صورت گرفت و کشمکشایی که صورت گرفت، کاخ سفید این به اصطلاح سخنرانی رو با تعویض واژه خلیج عربی به خلیج فارسی به اصطلاح در سایت خودش درج کرد و عقب نشینیایی کردن. به هر حال میدونن که این مسئله یکی از مسائل مورد مناقشه دو نیروی ارتجاعی هست. سمتگیری خودشون رو به طرف نیروی عربستان سعودی آشکارا اعلام کردن و در ضمن اعلام میکنن که روی این مسئله میتونن سرمایه گذاری بکنن. اما دوچار تناقض هستن، چرا که از اون طرف با ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی
که همواره مثل سگ شکاری برای دولت آمریکا و هیئت حاکمه آمریکا عمل کرده مواجه هستند و این سگ شکاری بعضا به نظر میرسه ناراضی هستش و آقای رضا پهلوی رو دیدیم که بعد از تعریف و تمجیدهای بسیار از سیاستهای ترامپ اعلام کرده که چرا ما رو به اصطلاح دل زده و غمگین کردین و واژه خلیج عربی رو به کار بردین. این به حال یک امتیاز سیاسی روشنی هستش. از یک طرف دیگه دچار تناقضی هستن، چرا که به نگهبانان خودشون دچار آشفتگی و دلسردی از به اصطلاح رهبری سیاستی رو که امید بهش بستن رو به اصطلاح نشون میده. خب علی جوادی، اونایی که تاریخ نگار هستن میتونن مسئله اسناد تاریخی رو جلوی شما قرار بدن و این رو بگن که در ارتباط با مسئله خلیج فارس یا خلیج عربی و یا هر اسمی که آدم بخواد روش بذاره، این رو مطرح بکنن که از نظر تاریخی اسم این خلیج، خلیج فارس بوده و باید این همونجوری که اصالت تاریخی رو این مسئله انگوش میذاره و رو این اسم انگوش میذاره، باید به همین اسم مطرح بشه. این در واقع بحثی است که یک تاریخ نگار میتونه جلوی شما قرار بده. شما در ارتباط با سندیت داشتن خلیج فارس از نظر تاریخی بحثتون چیه؟ ببینید، حتما تاریخ نویسان به تاریخی اشاره میکنن، ولی این تاریخ و این قدمت تاریخی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار برای یک انسانی هست که نسبت به تاریخ گذشته خودش منتقده و میخواد اتفاقا یک پایانی بر اون تاریخ پر از استثمار، پر از نابرابری، پر از کشمکش طبقاتی بذاره و یک جامعه آزادی رو به اصطلاح پایه‌گذاری کنه بر ویرانه‌های جوامع بشری تاکنونی که بر مبنای استثمار و چپاول و دسترنج توده‌های مردم زحمتکش استوار شده. اون تاریخ برای ما فاقد هر گونه ارزش است. زمانی که بر فرض قوانین و یا به اصطلاح پادشاهان یک منطقه جغرافیایی ایران نام ایل و تبار خودشون رو بر روی به اصطلاح آبهای میذارن، دارن در حقیقت سلطه و تفوق خودشون رو بر اون منطقه اعلام میکنن. آبهایی که مورد مصرف همه ساکنینی که در مجاورت باهاش داشتن قرار میگیره و نتیجتا هیچ مشروعیتی نداره، چرا که خود اون افراد، خود اون به اصطلاح چهره های تاریخی، خود اون تاریخ مورد مجادله و کشمکش بوده و انسان‌هایی بودن که نمیپذیرفتن، قبول نداشتن، در مقابلش ایستاده بودن. تاریخ بشری تاریخ مبارزه طبقاتیه، ولی اون تاریخی که به نگارش در اومده، نوشته شده، تاریخی بوده که فاتحان اون دوره، فاتحانی که با غل و زنجیر و استثمار و سرکوب و به خاک و خون کشیدن توده های مردم به اصطلاح رقم زدن. آیا این تاریخ برای من و شمای انسان آزاده، برای من و شمایی که در قرن 21 زندگی میکنیم دارای ارزشه؟ آیا تاریخ بردهداری برای من و شما دارای ارزشه؟ آیا تاریخ فئودالیسم برای من و شما دارای ارزش هستش؟ آیا تاریخ خونین سرمایه‌داری برای من و شما دارای ارزشی هستش؟ به هیچ وجه. ما میخواییم یک گسست تاریخی به وجود بیاریم و با تمام مسائل اینچنینی که به وجود اومده. علاوه بر این مسئله، تاریخ به هر حال کسانی که شکست خوردن در دوره‌هایی به جنگ تاریخ گذشته خودشون برای تغییر تاریخ رفتن. صدام حسین قرارداد الجزیره رو زمانی که به اصطلاح شاق سقوط کرده بود اومد جلوی تلویزیون پاره کرد، گفت این ننگ و من دیگه نمیپذیرم. از زاویه ارتجاع عرب، از زاویه ارتجاع صدام حسین، و تلاش کرد که تغییرش بده. هر دوره ای ما شاهد این بودیم که این تغییر و تحولات صورت گرفته. سرزمین های مختلف بشری بس که ساکنین متفاوت داشته در هر دوره زیر سلطه کسی قرار داشتن و این تاریخ رو عوض کردن. به این اعتبار اون تاریخ نمیتونه دستمایه حقانیت سیاسی باشه و یا بخواد در جدال سیاسی امروز جای واقعی رو ایفا کنه. اون تاریخ رو باید به گذشته سپرد، باید به تاریخ دانان داد. مسئله واقعی امروزی که در پس این جدال ارتجای پیش میره برده میشه به انسانهای امروز برمیگرده. به این برمیگرده که یه عده‌ای با توسل جستن به شعائر و خرافات ناسیونالیستی انسانهای بیشمار دیگه رو در طرف مقابل مادون انسان قلمداد میکنن، به اصطلاح حد که حرمت میکنن، کثیف‌ترین به اصطلاح برچسب ها و اتهامات رو به طرف مقابل میزنن، چه در ناسیونالیسم کریه ایرانی و چه در ناسیونالیسم زشت و متعفن عربی. ما شاهد این هستیم که طرف مقابل انسان نیست، مادون انسانه، حرمت نداره، انسانی نیستش که
دارای ارزش انسانی هستش، یک پدیده مادود انسان هست، و این رو حتی تو ادبیات به اصطلاح ایران به شدت مشاهده میکنین. حتی برخی از مشاهیر ادبی ایران هم از این فضای آلوده و مسموم، تماما مسموم متاثر بودن و به اصطلاح بازتاب دادن. مسئله ما اینجاست که ما در مقابل هر دو بخش قرار میگیریم و دست میذاریم روی منافع انسانی، اصالت انسان و احترام به انسان و آزادی انسان و به اصطلاح حرمت انسانی در مقابل هر دو قرار میگیریم. این تاریخ رو باید به بایگانی تاریخی سپرد. جدال‌های امروزی سیاسی هن، از منافع امروزی تبعیت میکنن و اون تاریخ هیچ حقانیتی نمیتونه برای جدال‌های امروز داشته باشه. خب علی جوادی، در ارتباط با همین مسئله ما میبینیم که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی از قبیل خاتمی و روحانی و یا حتی خامنه‌ای و غیر ذلک در ارتباط با این صحبت دونالد ترامپ عکس العمل به خرج میدن و همه‌شون مطابق یک سیاست واحد برخورد ترامپ به سپاه پاسداران و از اینکه سپاه پاسداران رو میخوان در لیست یه تشکل تروریستی قرار بدن و یا اینکه تحریم اقتصادی بر علیه سپاه پاسداران صورت بگیره و همچنین مسئله به کار بردن خلیج عربی رو از طرف ترامپ محکوم میکنن. شما این هدف سیاسی جمهوری اسلامی رو از بلند کردن پرچم ناسیونالیسم و اینکه از این جنبه به دونالد ترامپ برخورد میکنه و نقدش میکنه، این رو چجوری توضیح میده؟ هدف سیاسی جمهوری اسلامی از این مسئله، گرایشات مختلفش، جناح مختلفش چی؟ ببینید، مستقل از اینکه جمهوری اسلامی دارای ماهیت ایدئولوژیک اسلامیستی و ضد انسانی و عواطف کور ضد انسانی غرب‌گرایی هستش، مستقل از این مسئله در دوره‌ها و برهه‌های تاریخی متفاوت از شعائر ناسیونالیستی و عواطف کور ناسیونالیستی برای تحکیم قدرت سیاسی خودش همواره استفاده کرده و این واقعیتی هستش. و این مسئله هم امروز کمک میکنه به جمهوری اسلامی که به اصطلاح نیروهای ناسیونالیست رو لبه تیز انتقادشون رو به جمهوری اسلامی کمرنگ کنه و به اصطلاح نیروهای اون جنبش ارتجاعی ناسیونالیستی در اپوزیسیون رو عملاً به طرف خودش یا بخشن به طرف خودش سوق بده. و این رو ما شاهدش بودیم که در دوره‌های مختلف عمر سیاه جمهوری اسلامی صورت گرفته. به این اعتبار جمهوری اسلامی آمدانه به استقبال این مسئله میره و از این مسئله سعی میکنه بهره برداری سیاسی برای به اصطلاح ایجاد سازش میان نیروهای جنبش ناسیونالیسم به اصطلاح عظمت طلب و همچنین ارتجاع اسلامی در ایران فراهم بکنه. این پلی به اصطلاح در این میان بزنه. یه نکته حائز اهمیت اینجاست که اینا نیروهای ناسیونالیسم عظمت طلب، سلطنت طلبان به اصطلاح متحجر، عقب مانده و یا سایر نیروهای عظمت ناسیونالیستی که در صفوف جنبش ملی اسلامی وجود داره، اینا عملا دارن میشن بازیچه دست جمهوری اسلامی در این جدال و هیچ چیز غیر از این نیست. نگاه کنید، زمانی که جنگ ارتجاعی ایران و عراق صورت گرفت، برخی از این نیروها و از جمله خود رضا پهلوی اعلام کرد که حاضر به خدمت ارتش آدمکشان جمهوری اسلامی در بیاد و اگر اجازه بهش بدن میره برای جمهوری اسلامی میجنگه و در طرف مقابل در یک سوی این جنگ ارتجاعی قرار میگیره. خاطرتون بیاد زمانی که داریوش همایون زنده بود، در مقابل نغمه‌هایی که به اصطلاح مسئله تجزیه طلبی رو از زاویه در گیومه مطرح میکردن، مطرح کرد که اگر مسئله به اصطلاح تجزیه جامعه ایران مادیت پیدا بکنه و یا نیروی جدی بشه، حاضرن برای بقای ایران از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. به همین زشتی، به همین رکی، به همین زمختی اعلام کردند که حاضرن منافع ناسیونالیسم ایرانی ایجاب میکنه برای اینکه ایران به اصطلاح بخشیش جدا نشه، در کنار حکومت آدمکشان اسلامی قرار بگیرن، چرا که آدمکشان اسلامی روی تمامیت ارضی به اصطلاح تاکید دارن و نمیخوان گوشه ای رو از دست بدن. و این مسئله یک بار دیگه نشون میده که این نیروها چطوری بازیچه دست جمهوری اسلامی قرار میگیرن و چطوری این جدال در عین حال کمک کننده به تحکیم جمهوری اسلامی در رابطه با جدال‌های منطقه، در رابطه با جدال طبقاتی در جامعه،
جدالی که بر علیه حکومت سرمایه اسلامی در جامعه هست میتونه کمک بکنه و بعضا هم کمک کرده. و این واقعیت رو باید در مقابل جامعه قرار داد و بگیم اینا ثمرات و پیامدهای این جدال هستن تا اونجایی که به جامعه و کشمکش‌های جامعه برمیگرده. علی زوادی، ما الان با مسئله کردستان، وقایعی که در کردستان عراق داره میگذره روبرو هستیم. مسئله اشغال کرکوک از طرف دولت عراق و جریانات مرتجع اسلامی و همچنین با کمک جمهوری اسلامی روبرو هستیم. در همچنین شما به مسئله تمامیت ارضی هم و برخوردی که ناسیونالیسم پروغربی، جریاناتی از قبیل رضا پهلوی تو ایران دارن مطرح میکنن اشاره کردیم. از طرف برخی از جریانات ناسیونالیسم ایرانی مسئله حمله عراق و اشغال کرکوک رو ازش دفاع کردن، از موضع تمامیت ارضی، و این رو مطرح کردن که این به معنای این نیست که در کنار دولت اسلامی ایران قرار بگیرن، بلکه خواهان تمامیت ارضی عراق بودن و به این اعتبار از مسئله اشغال کرکوک دفاع کردن. با در نظر گرفتن این نکته که الان مطرح میکنم و همین که مسئله تمامیت ارضی هم شما مطرح کردین و این بحث مسئله خلیج عربی، فکر میکنین که چقدر مسئله خطر سناریو سیاه و چقدر مسئله پاکوبیدن روی تمامیت ارضی از طرف رژیم اسلامی و جریانات ناسیونالیسم پروغربی میتونه به عنوان یه زمینه‌ای برای سناریو سیاه تو ایران مطرح بشه؟ ببینید، این که امروز سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان میگن دفاعشون از تمامیت ارضی عراق اونها رو در کنار جمهوری اسلامی قرار نمیده رو بذاریم کنار از صحنه. برگردیم به تمامیت ارضی در جامعه ایران و زمانی که این مسئله به اصطلاح ساختگی مطرح شد، اینا اعلام کردن که رسما در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن. دیگه لازم نیست دنبال شواهد بگردیم. سیاست‌های مدون سیاه روی سفید نوشته شده این جریانات برفرض روشن هستش. حزب مشروطه داریوش همایون پرچمدار این سیاست است و بعضن مسئولین این جریان در گفتگوهای متفاوتی بر این مسئله تاکید کردن و از این سیاست دفاع کردن. در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. همونطوری که رضا پهلوی گفت حاضرم برای ارتش جمهوری اسلامی فعالیت کنم، همونطوری که داریوش همایون گفت حاضریم که انتقاداتمون رو به جمهوری اسلامی به خاطر حفظ تمامیت ارضی کنار بذاریم و غیره و غیره. ببینید، مسئله تمامیت ارضی یکی از مرتجع ترین ضد انسانی ترین سیاست هایی هستش که در پدیده ناسیونالیسم ایرانی به اصطلاح تنیده شده. انتخابات در کبک صورت گرفت، بخشی از کبک رفراندوم برای جدایی گذاشتن، رأی نیاورد و اگرم رأی می آورد خونی از دماغ کسی ریخته نمی شد. ولی یک عنصر زشت و منحط ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، تمامیت ارضی هستش و روی این مسئله. این تمامیت ارضی به این معنا نیست که مردم حاکم بر سرنوشت خودشون هستن، کوچکترین ربطی نداره که چه دیکتاتوری بر اون به اصطلاح بخشای جامعه داره حکمرانی میکنه. کافیه که فقط اسم ایران و اون مرزهای جغرافیایی حفظ بشه، مستقل از اینکه کدوم مرتجع ترین و جنایتکارترین نیروها بر اون جامعه حاکم باشن. اینا خفقان میگیرن و در کنارش قرار میگیرن. از نقطه نظر ما ایران میتونه بزرگتر باشه، میتونه کوچیکتر باشه. ما علل عموم طرفدار این هستیم که مرزها از بین بره، جامعه بشری یک جامعه آزاد بدون مرز، بدون کشور باشه و همگان تلاششون برای رفع نیاز همه جامعه بشری صورت بگیره، همه آزاد باشن به هر گوشه ای از جهان که میخوان برن کار کنن، به تولید اجتماعی بیفزایند و از ثروت اجتماعی بهره‌مند باشن. این مرزها ساختگی و قلابی و دروغین هستن. ولی عنصر زشت ناسیونالیسم ایرانی یک به اصطلاح پیامدش این میشه که در کنار مرتجع ترین، دیکتاتور ترین، فاشیست ترین انسان ها قرار میگیره و به این اعتبار کاملا ماهیت کریه خودش رو نشون میده. یه نکته هم در رابطه با مسئله خلیج فارس و اینا و یا خلیج عربی اشاره کنم. ما از این دعوا به دور هستیم. ما ماهیت زشت و ضد انسانی این دعوا رو نشون میدیم. اینکه نام این آبها چی گذاشته بشه هیچ منفعت مادی برای متفاوتی تا زمانی که قوانین بین‌المللی کنونی حاکم هستند برای مردم به اصطلاح مجاور این سرزمین ها یا این آبها به وجود نمیاره. تمام مسئله این میشه که این یه ابزار سیاسیه
برای اینکه بتونن یک جدالی رو پیش ببرن و مردم توده های زحمتکش این جوامع رو به زیر یوغ سلطه طبقه حاکمه و مرتجعین حاکم به اصطلاح یا در بستر سیاست قرار بدن و به این اعتبار مسائل اصلی جامعه، یعنی مسئله آزادی، مسئله برابری، مسئله برابری زن و مرد در انسان، مسئله فقر، مسئله فحشا، مسئله اعتیاد، تمام مسائلی که جامعه باش مبرح است تحت شعاع این قرار بگیره. و در اینجا همه رژیم جمهوری اسلامی، آدمکشان سپاه، آدمکشان بسیجی، توده مردم کارگر و زحمتکش، زن آزاده، همه از قرار میتونن توی کاسه ریخته بشن، هم بشن و بشن به نام ملت ایران و گویا خوش و سرحال میتونن با همدیگه در مقابل اون چیزی که به عنوان ملت عرب به اصطلاح تعریفش کردن قرار بگیرن. اینا کاذب، دروغین و کریه و ضد انسانیه. ناسیونالیسم ذره آزادی خواهی، ذره برابری طلبی، ذره انسانیت رو در هویت خودش نداره، تماماً ارتجایی و ضد انسانیه و هر انسان آزاده‌ای، هر انسانی که برای برابری، برای رفاه، برای انسانیت جامعه مبارزه میکنه باید با افشا و نقد تمامی سیاست‌های اینها در سیاست امروز جامعه ظاهر بشه. خب وقتمون تمام شده. علی جوادی با تشکر از شما بینندگان عزیز به پایان برنامه امروز می‌رسیم. متشکرم از شما بینندگان عزیز. من هم روز بخیر و شب بخیر میگم.